سونامی سهمگین 10 سال پیش نه تنها موجب مرگ بسیاری از ساحل نشینان شد، که در مواردی برخی از روستاها را به ویرانه‌ای خالی از سکنه بدل کرد. به عنوان نمونه، اغلب سکنه ناگاپاتینام در جنوب هند که اغلب ماهیگیر بودند در اثر این سونامی کشته شدند. لاکشمی در آن روز سیاه 4 فرزندش را از دست داد. تبعات سونامی هنوز هم او را رها نکرده. یک شوهر الکلی، یک فرزند معلول. دائم نگران پسرمم. در راه رفتن مشکل دارد. نگران سرنوشتش هستم. هر روز باید برای فیزیوتراپی و آمپول زدن او را به بیمارستان ببرم. 3 مشکل عمده دارم: اداره کردن خانواده، پول برای این کار و مسئله پسرم. این 3 موجب شده حتی نتوانم آنطور که باید غذا بخورم. در طی 6 سال گذشته او مجبور شده برای معالجه پسرش و به امید اینکه روزی بتواند او را به زندگی عادی بازگرداند، جواهراتش را گرو بگذارد. تمام جواهراتم را گرو گذاشتم و با پولی که بابت خسارت سونامی دریافت کردیم خرج و مخارج خانه را دادم. تا حالا حدود 300,000 روپیه خرج کرده ایم. کلی پول هم از همسایه ها قرض گرفته ایم. شوهرش صبح زود از خانه بیرون می رود، البته نه برای کار کردن، بلکه برای ورق بازی با دوستانش. وقتی شبانگاه برمی گردد مست است. بعضی وقتها برای صیادی به دریا می زند، ولی واقعا در تامین مخارج منزل نقشی ندارد. وقتی پول بیشتری گیرم می آید، مقداری از آن را به خانواده هم می دهم، ولی معمولا درآمد خوبی ندارم. آنها تنها خانواده مشکلدار نیستند. سونامی هزاران نفر را در هند بی خانمان، یتیم و معلول کرده و بر فقر آنها افزوده است.